به نظر من هر کسی که ادعای امنیت شبکهش میشه و یک جوری خودش رو کارشناس امنیت شبکه میدونه، بزن راحت بگم اگر خودش رو هکر میدونه، هیچ وقت نباید لنگ بمونه که حتما پای سیستم خودش باشه. امروز میخوایم با هم یاد بگیریم که چجوری میتونیم کالی رو روی ویندوز نصب بکنیم و بتونیم از تمامی فیچرهاش استفاده کنیم. دوستان عزیز سلام، خیلی خوش اومدیم به کانال گار ویژه. با قسمتی در خدمتتون هستم. امروز میخوایم با هم دیگه یه کار هیجانی بکنیم. همونطوری که قبلا قولشو داده بودم، هرچی نزدیک 3000 تایی بشیم از لحاظ سابسکرایب و فالوورامون، خب ما کارهای هیجانی تر میتونیم انجام بدیم، چون یک جوری میشه گفت اعتبار کانال به سابسکرایب کردنهای شما بستگی داره. چون هر چقدر بیشتر باشه، خب به تبع اعتبار کانال ما هم بیشتر خواهد شد و راحت‌تر میتونیم تستای امنیتی رو با هم دیگه انجام بدیم. نمیخوام زیاد در مورد این موضوع صحبت بکنم، میخوایم سریع بریم سراغ کامپیوتر و نصب کالی. فقط اینو بهتون بگم که ممنونم که با کامنتاتون بهم انرژی میدین، من کامنت ها رو میخونم، عذرخواهی میکنم اگه دیر جواب میدم، و اینکه اگه از این برنامه خوشتون اومد حتما لایک بکنید و به دوستان خودتونم معرفی بکنید. بدون معطلی بریم سراغ کامپیوتر. خب اولین کاری که باید بکنیم اینه که مطمئن بشیم که ورژن ویندوزمون قابلیت نصب کالی رو داره. اونم از کجا باید بفهمیم؟ میام اینجا و خیلی راحت مینویسیم وین ور و کلیک میکنیم. اینجا یک پنجره برامون میاره که نوشته ورژنی که قابلیتش رو داره. خب من چون ویندوز 11 هستم، به صورت دیفالت این قابلیت برام فعال هست، و اگر شما ویندوز 10 هستین حتما باید ویندوزتون رو آپدیت بکنین که ورژنتون بیاد بالا. میریم سراغ پاورشل و اونجا شروع میکنیم کارمون رو انجام دادن. حتما ران از ادمینستریتور بزنید. خب میام اینجا، اولین کاری که بعد انجام بدیم براتون نوشتم و اصلا نیاز نیست که شما بخواین ویدیو رو پاز بکنین و نوشته ها رو مثلا بنویسین، من براتون میذارم تو قسمت توضیحات، همون رو فقط بعد دارین کپی پیست بکنین. کاری که بعد بکنیم چیه؟ اینه که بخوایم ویرچوال ماشین رو، مخصوصا لینوکس رو، توی کامپیوترمون فعال بکنیم. اونم دستورش چیه؟ اینه. اینو ما کلیک میکنیم و شروع میکنه برای خودش چک کردن. و البته چون من نصب کردم دیگه همچین موردی رو نداره که بخواد از ما بپرسه که آقا ریست بکنم نکنم، چک میکنه که مینه فعال هست. ولی بعد شما میپرسه ازتون که من باید حتما نصب بکنم یا نه، که شما به صورت دیفالت میزنین که آقا نصب کن. اون موقع است که برای شما کامپیوتر رو یک دفعه ریستارت میکنه. میریم سراغ کامند دوم. بعد از اینکه ریستارت کرد، میریم سراغ کامند دوم و این دفعه براش مینویسیم که آقا این تاش نوشتم که آقا ریستارت نکن. شروع میکنیم اینم انجام دادن. خب اینم با موفقیت اینیبل شد. میریم سراغ کامند بعدی. اینجا هم باز نوشتم که ریستارت نکنه. اینم با موفقیت انجام شد. خب حالا اینجا باید چیکار بکنیم؟ این که بریم کرنل لینوکس رو و البته کالی رو پیدا بکنیم و نصبش بکنیم. اینم من در قسمت توضیحات براتون نوشتم، نیاز ندارین. خب وارد لینک میشیم، میایم پایین در قسمت چهارم آپدیت و دانلود، اینو ما کلیک میکنیم، جاشو مشخص میکنیم که البته مینی همینجا هست، خیلی راحت سری دانلود میشه. و حالا باید چیکار بکنیم؟ کالیمون رو نصبش بکنیم. کالی نصب کردم کار خاصی نداره، یه دو سه تا نکس میزنیم و خیلی راحت نصب میشه. و در قسمت استارتمون اینجا کالی میاد، البته نیومده، حالا اینجا بهتون نشون میدم، اینجا کالیمون اومد خیلی راحت. خب حالا قدم بعدی چیه؟ قدم بعدی اینه که شما بخواین اجرا بکنی و برین، یه جوره میشه گفتش که کالی رو، این کرنلشه، خود برنامه کالی رو از مایکروسافت استور بگیرید. اما ممکنه که اینجا شما یک اروری داشته باشین که نتونین راحت ویرچوال ماشینتون رو اجرا بکنین و ما بقیه مراحل رو انجام بدی. کاری که باید بکنیم چیه؟ اینم لینکش رو براتون گذاشتم. ارور 8405 رو بهتون میده معمولا تو ویندوز ها، که اونو باید یه حرکت خیلی ریز روش بزنین. اونم چیه؟ اینکه با توجه به لینکی که گذاشتم، روی لینک کلیک میکنید و میاید ویندوز ساب سیستم رو برای لینوکس نصب میکنید. اینجا عکسش هم گذاشتم، میگم لینکش هم براتون میذارم. اگه بخوام بهتون نشون بدم، نگاه کنید در قسمت آل، میام این پایین براتون قشنگ این دوتا رو اوورده.
VSL رو باید نصب کنیم. اونم از کجا؟ همین VSL هم که منظورش همین ویندوز ساب سیستم فور لینوکسه. میان قشنگ نصب میکنین توی پاورشلتون نصب میشه، احتمالا یک دفعه بعد ریستارت بکنین بعد دوباره برمیگردیم. الان من توی میرم توی قسمت استور مایکروسافتم، اینجا میبینین اینجا اووردم قبلا کالی لینوکس رو سرچ میکنم، میام تو قسمت اپلیکیشن ها و این کالی لینوکس رو نصبش میکنم خیلی راحت. خب من چون قبلا نصبش کردم اینجا فقط بر من اوپن میاره، اوپن رو که بزنم کامند لاینی که مربوط به لینوکس هست برام آورده. ولی خب حالا ما کاری نداریم، ما فرض میکنیم که شما ندارید، اینجا باید نصبش بکنید. حالا بعد چیکار کنیم؟ بریم سراغ پاورشلمون دوباره. میریم دوباره پاورشل رو میاریم بالا، شروع میکنیم برای کامند های بعدی. من این سفر رو خلوت کنم، اینم میارم پایین. کامند بعدی که بعد شما ازش استفاده بکنین چیه؟ اینه که مطمئن بشین ورژنتون برای پاورشل، ورژنتون برای VSL درست هستش. خب من چون قبلا نصب کردم اوکیه. بعد میام اول نگاه میکنیم که کالیمونم درست نصب شده یا نه، همچین کامندی شما باید بزنید. و الان نگاه کنید، الان قشنگ نوشته که کالی لینوکسمون رانینگه، ورژن 2 هم هست، یعنی همون چیزی که مد نظرمون بوده. خب حالا بعد چیکار کنیم؟ بریم تو قسمت کالیمون، دو تا کامند رو باید بزنیم که بتونیم از فیچرهاشون استفاده بکنیم. قطعا اونایی که با لینوکس و کالی کار کردن میدونن دیگه، هم باید آپدیت بکنیم هم آپگرید بکنیم. خب میزنیم، پسورد میخواد، پسوردش هم میزنیم و شروع میکنه. چون قبلا انجام دادم خیلی سریع شروع میکنه برام انجام دادن. حالا باید یه حرکت دیگه هم بزنیم. چرا؟ چون که معمولا ما کالی رو اینطوری نمیشناسیم، ما کالی رو با اون تصویر رو یه جوری میشه گفتش که اون رابطه گرافیکیش میشناسیم. خب بعد چیکار بکنیم که بریم سراغ رابطه گرافیکی؟ بعد یه همچین دستوری رو براش بزنیم و فعال بکنیم. چیه؟ XFCE. خب حالا میایم سراغ نصب X-Drop، اونم نصب کردیم قبلا. حالا بعد ریموتش هم فعال بکنیم. خب اونم اوکی شده. حالا میایم سراغ ادو میزنیم. اینجا ما چی میخوایم؟ آی پی رو میخوایم. ما اینو کپی میکنیم، میایم اینجا میزنیم ریموت، ریموت کنترل برامون میاد بالا. آی پی مون رو قبلا زدیم، کانکت میکنیم. اتفاقی که میفته چیه؟ خیلی راحت، یوزر رو میخواد، پسورد رو میخواد و اینم از کالی که مد نظرمون بود. حالا الان شما نکنیم، ما میریم تو قسمت منومون، هر چیزی که بخواید اینجا داریم، از information gathering، ملتگو، TCB دامپ، نتکت و به این صورت ما میتونیم از کالیمون استفاده کنیم در ویندوز به همین راحتی و زیر چند دقیقه میتونیم با اون چیزی که مد نظرمون هست اساسیت پیدا بکنیم. خب دوستان عزیز خیلی ممنونم که تا اینجا برنامه با من همراه بودین. امیدوارم که از این برنامه استفاده لازم و لذت کافی رو برده باشین. اگه خوشتون اومد حتما لایک بکنید، برامون کامنت بذارین، یادتون نره که سابسکرایب هم بکنید و برای دوستاتون هم بفرستین. مراقب خودتون باشین، پنجشنبه میبینمتون. تا برنامه بعد خدا نگهدار.